بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة على رسول الله و آله و صحبه. جناب آقای رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور محترم کشور برادر و دوست ترکیه، در ابتدا مایلم از جناب عالی و همکارانتان به خاطر تلاش‌های مؤثر در دوره ریاست ترکیه بر سازمان اکو و به جهت برگزاری این اجلاس مهم تشکر نمایم. بسیار خرسندم که بار دیگر فرصت یافتم تا در جمع سران محترم کشورهای عضو اکو حضور یابم. امیدوارم این نشست گام دیگری در راستای همگرایی، رفاه و سعادت ملل منطقه اکو و ارتقاء جایگاه این سازمان باشد. رؤسای محترم جمهور، خانم‌ها و آقایان، سازمان همکاری اقتصادی اکو اولویتی مهم در پارادایم حاکم بر سیاست منطقه‌ای و بخش مهمی از سیاست همسایگی جمهوری اسلامی ایران است. منطقه اکو از ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های ارزشمند منابع انسانی و طبیعی، ذخایر انرژی، اقتصادهای مکمل، بخش خصوصی علاقمند و نیز مزیت‌های ممتاز مواصلاتی منطقه‌ای و جهانی بهره‌مند است. در واقع سازمان اکو الزامات و شرایط لازم برای ارائه الگویی موفق از همگرایی منطقه‌ای را داراست. تا کنون گام‌های مهمی در جهت ارتقای همکاری‌های اقتصادی در سازمان اکو برداشته شده و دستاوردهای ارزشمندی حاصل شده، اما در برخی حوزه‌های کلیدی همچون تجارت دستاوردها کمتر از حد انتظار بوده است. با وجود پتانسیل تجاری بالا و فراهم بودن زیرساخت‌های لازم، تجارت درون منطقه‌ای کماکان زیر 10% است که به هیچ وجه قابل قبول نمی باشد. این نقیصه در سند چشمانداز 2025 اکونیز به درستی مورد توجه قرار گرفته است. باور ما بر این است که میبایستی بر عملیاتی کردن برنامه‌های مصوب اکو متمرکز شویم تا با سرعت مناسب در مسیر تحقق اهداف تعریف شده حرکت نماییم. در این راستا چند پیشنهاد را ارائه می نمایم. تمرکز بر روی اجرایی کردن موافقت نامه‌های تجاری و یافتن راه‌حل‌های جدید برای توسعه و ترویج تجارت درون‌گروهی در منطقه اکو، فعال کردن بیش از پیش بخش خصوصی جهت رونق تجارت فیما بین،
فعال سازی و کارآمد کردن نهادهای موجود در اکو مانند بانک اکو، بیمه اکو، استاندارد اکو و اتاق بازرگانی اکو در سطح همکاری‌های منطقه‌ای و مطابق با استانداردهای بین المللی، رفع موانع و چالش‌های همکاری‌های ترانزیتی به عنوان زیرساخت‌های اساسی توسعه تجارت. جمهوری اسلامی ایران آمادگی دارد در عملیاتی کردن موافقت نامه تجاری اکو و پیریزی ترتیبات مالی، بانکی و گمرکی آن با حضور همه کشورهای عضو مشارکت فعال داشته باشد. همچنین با برخورداری از موقعیت کم نظیر جغرافیایی خود در حوزه ترانزیت کالا آمادگی داریم امکانات و ظرفیت‌های شبکه حمل و نقلی خود و نیز زیرساخت‌های موجود در مناطق مجاور آب‌های آزاد در خلیج فارس و دریای عمان را به عنوان پل ارتباطی میان آسیای میانه با آب‌های بین المللی در اختیار اعضای اکو به ویژه کشورهای محصور در خشکی و در خدمت توسعه تجارت قرار دهیم. خانم‌ها، آقایان، جامعه جهانی امروز چالش‌های خطرناکی را تجربه می‌کند که تمامی شؤونات حیات بشری را متأثر کرده است. بیماری کووید 19 آثار مخرب و عمیقی بر وضعیت اقتصادی و رفاه ملل جهان بر جای گذاشته است، به گونه ای که هیچ ملتی به تنهایی قادر به مواجهه با این قبیل چالش های مشترک نیست و اراده جمعی توأم با همکاری های مشترک راهکار مواجهه مؤثر با این مخاطرات است. در همین راستا حسن انتخاب موضوع همکاری منطقه‌ای در دوره پسا کرونا به عنوان شعار این نشست را برای منطقه اکو به فال نیک می‌گیرم. یکی از ناکامی‌های تلخ جامعه جهانی در دوره کرونا عدم اقدام در مقابل کشیده شدن دامنه سیاست‌های یک جانب گرایانه و تحریم‌های غیر قانونی به این حوزه و هدف قرار دادن توان کشورها در مواجهه با این بلیه جهانی بوده است. اقدام قدرت‌های بزرگ در محروم ساختن ملت‌ها از حقوق بنیادین خود در کنار عدم احترام آنها به نهادهای بین‌المللی نیازمند پاسخی درخور از سوی کشورهای هم‌اندیش و تقویت همکاری و تشکیل جبهه‌ای واحد برای فائق آمدن بر این گونه چالش هاست. جامعه بین الملل شاهد رویکرد غیرقانونی و جنگ تمام عیار اقتصادی دولت ایالات متحده علیه جمهوری اسلامی ایران در 4 سال گذشته بوده است. این تحریم های ظالمانه خسارت‌های جبران ناپذیری به دولت
و ملت ایران وارد کرده است. بنابر دوراندیشی و عقلانیت جمهوری اسلامی ایران، توافقی که آمریکا آن را نقض و برای نابودی آن حد اکثر تلاش را نمود، کماکان حفظ نموده است. ایالات متحده آمریکا موظف است با لغو همه تحریم ها و اتخاذ تدابیر عملی به برجام بازگردد، زیرا این تکلیف دولتی است که او نقض عهد کرده است. جمهوری اسلامی ایران نیز اقدام آمریکا را قطعاً با اقدام پاسخ خواهد داد. مسیر بازگشت آمریکا به برجام نیز روشن است و اگر اراده آن وجود داشته باشد، نیاز به هیچ مذاکره‌ای ندارد. همچنین باید اعلام نمایم اقدامات غیرقانونی یک جانبه ایالات متحده آمریکا برای به زانو درآوردن ملت بزرگ ایران ناکام مانده و علارغم تحمل فشارهای سنگین اقتصادی، این ملت بزرگ با تکیه بر اراده و توان داخلی خود به موفقیت‌های چشمگیر و دستاوردهای بزرگی از جمله در زمینه مقابله با کووید 19 و آثار و تبعات آن دست یافته است. نمونه بارز آن اقدام برای ساخت واکسن کرونا با استفاده از دانش و تجربیات دانشمندان ایرانی می باشد و در این راستا آماده همکاری با سایر کشورها به ویژه کشورهای عضو اکو می باشیم و همچنین آمادگی داریم در خصوص چگونگی مواجهه منطقه اکو با جهان پس از کرونا همکاری کنیم و بنیانهایی را برای همکاری پیریزی نماییم. جناب آقای رئیس، مجدداً از جناب عالی و سایر دستاندرکاران برای برگزاری این اجلاس در ترکیه و نیز همکاران تلاشگر دبیرخانه اکو در تهران تشکر می نمایم. فرصت را مغتنم شمرده پیشاپیش ریاست ترکمنستان بر سازمان اکو را به برادر عزیزم جناب آقای بردی محمدوف تبریک عرض می کنم. از توجه شما سپاسگزارم و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.